سلام، قسمت دیگه از مجموعه برنامه های مریم رجوی از نگاه دیگران رو تقدیم حضورتون میکنیم. این روزها واقعیت پیشتازی زنان در جنبش آزادی خواهانه مردم ایران آنچنان بارز شده که همه ناظران خارجی رو به ابراز تعجب و شگفتی و تحسین واداشته. زنان پیشتاز مقاومت ایران در میلیون‌ها زن ایرانی تشنه آزادی تکثیر شدند و نقش پیشتازیشون در قیام فراگیر دیگه برای هیچ کس پوشیده نمونده. البته این یک اتفاق خلق الساعه و تصادفی نیست و همونطور که مثلا تلویزیون CNN در گزارشی در روز 3 تیر گذشته گفت، اونهایی که ایران رو میشناسند میگویند برای دهه‌های متوالی زنان در خط مقدم جبهه مبارزه برای آزادی در ایران بودند. آخه واقعیت اینه که از همون ابتدای روی کار آمدن آخوندها، زنان مجاهد و مبارز میهنمون که به اولین قربانیان ایدئولوژی زن ستیز خمینی دجال تبدیل شده بودند، در میدان نبرد و در برابر دار و تیرباران ایستادگی و قهرمانی خیره کننده ای رو از خود به نمایش گذاشتند. این زنان مرزهای نوینی رو در شجاعت، رزمندگی و مسئولیت پذیری در نوردیدند، سنگلاخهای مسیر رو کوبیدند، ناهمواری ها رو هموار کردند، رنج زندان و شکنجه رو تحمل کردند تا صلاحیت و شایستگی خودشون رو برای پیشتازی این جنبش به اثبات رسوندن. چون اونها پادزه یا همون آنتیتز ایدئولوژی بنیادگرا و مرد سالار خمینی هستند. اما این جانفشانی ها و این درد و رنج ها و این همه صداقت و فدا در کجا به بار می نشینه؟ این حضور و این توانمندی به نمادی نیازمنده تا در رأس حضور تاریخی زنان در مبارزات 100 ساله میهنمون علیه استبداد و دیکتاتوری قرار میگیره. بگذارید از نگاه دیگران ببینیم و بشنویم. ما پشتیبانی واقعی خودمان را از مجاهدین خلق اعلام میکنیم و آنان را به خاطر بهایی که پرداختن و رنج و تعبی که به خاطر بندوبست‌های ذلت‌بار بردن در برابر کشورها و استعمار مورد حمایت قرار میدهیم. برای زنان مبارز، کسانی که گوهرهای ما در شرق و الگوهای فرهنگ و آگاهی ما هستند و در سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و در پیشاپیش آنان بانوی شرف مبارز بزرگ مریم رجوی قرار دارد، همراهی با او و همراهی با زنان مبارز در عراق و فلسطین تماما شکوه و افتخار است. My late husband, Lord Slim, visited Ashraf twice just after the end of the war. When he came back after his first visit, he was extremely moved. And he told me how impressed he was by its residents, their culture and their devotion.
تعهد افراد اشرف قرار گرفته بود. تشخیص میداد که ساکنان اشرف هموطنان حقیقی هستند که کشورشون رو دوست دارن و دنبال برقراری آزادی و حقوق بشر در این کشور بزرگ و تمدن بزرگ هستند. او همیشه به یاد داشت و میگفت که ساکنان اشرف مظلوم ترین هستند. او می گفت همه ایرانیانی که در آنجا هستند نشانه ایرانی آری از زن ستیزی و عقب ماندگی است. او به شدت تحت تأثیر زنان بود که در مقاومت حضور داشتند و نقشی که ایفا می کردند و در خانم رجوی سمبولیزه می شود. I firmly support the PMOI. I firmly support Madame Rajavi. In fact, I find Madame Rajavi one of the most charismatic people I have ever had the fortune to come across. I know she inspires so many women that are in Ashraf City to stand up and fight a cause. امروز بسیار مفتخرم که با خانم رئیس جمهور رجوی ملاقات میکنم. او یک زن است و این امر نشانه ای از یک تغییر میباشد، به ویژه در آن قسمت از جهان که حقوق زنان به وحشیانه ترین شکلی نفی میشود. در صحبت های خانم رئیس جمهور شنیدم که صحبت از برنامه یک دولت است که در آن انتخابات تحت نظارت سازمان ملل، لغو مجازات اعدام، آزادی پوشش برای زنان قید شده است. تمامی اینها موضوعات بسیار مهمی هستند. این بسیار مهم است که یک زن و بسیاری زنان دیگر این مبارزه را به پیش می‌برند. این دلیلی است بر اینکه نیمی دیگر از جامعه قادر است در مبارزات شجاعانه شرکت داشته باشد. Lorsque les gens de mon pays se demandaient où elle est pour l'Iran, eh bien elle est la résistance. Elle est chez les Moudjahidines du peuple d'Iran. Qu'à leur tête il y ait une femme symbolise aussi quelque chose de très fort, l'image d'une volonté d'aller vers la laïcité, vers l'égalité de l'homme et de la femme. The cause of the Iranian people are not for one faction within the ruling junta or another. The calls are for an end to this regime in its entirety. مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم در تمامیتش هستند و ما باید از آنها حمایت کنیم. من معتقدم که خانم مریم رجوی در صف مقدم این قیام توسط زنان ایرانی قرار داشته است. چهارده سال پیش
در مواجهه با پدیده پیشرفت زنان در جنبش مقاومت ایران شگفت زده شدم و طی این سالها دستاوردهای زنان مقاومت ایران را تحسین کردم و به خانم رجوی به عنوان راهگشای این مسیر از صمیم قلب تبریک میگویم. دکتر هیلا. Vielen Dank. خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت بر حقوق متساوی زنان تاکید می‌کند و خواهان ایجادی کشور دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت در ایران می‌باشد. طی سالیان زنان شجاع مقاومت ایران در برابر خشنترین و وحشیترین دیکتاتوری مذهبی قرن بیستم ایستادند. آنها سازمان یافته ترین اپوزیسیون علیه ملایان را رهبری کردند. از انعطاف آنها دشمن خود را شوکه و دوستانشان را آسوده خاطر کرده است. این زنان هرگز تلاش خود برای به دست آوردن آزادی را متوقف نکردند. هنگامی که مطبوعات غرب سرگردان بودند، مقاومت سازمان یافته‌ای که توسط مریم رجوی رهبری می‌شود به هزاران زن ایران قدرت داد تا نقش پیشتاز را در نبرد برای برقراری دموکراسی و عدالت ایفا کنند. گوش کردن به کلام تک به تک این نخبگان و وجدان‌های بیدار بشری اهمیت، ضرورت و ارزش والا و بی همتای قرار گرفتن یک زن در رأس جنبش مقاومت ایران رو بیش از پیش روشن میکنه. این شماره از برنامه اون رو با صحبت‌های کریستیان زیمرمن، عضو کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد به پایان میبریم که حضور مریم رجوی در رأس جنبش مقاومت آزادی خواهانه مردم ایران رو علامتی از جدیت و عنصر دموکراتیک این جنبش و همچنین تضمین پیروزی محتوم مردم و مقاومت ایران بر آخوندهای بنیادگرای حاکم بر ایران میدونه. خدا نگهدار. Vielen Dank für das Wort. Erstmal freue ich mich, dass Sie hier in Berlin sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass gerade Sie als so eine kämpferische Frau Ihrer Organisation voranstehen. Und ich möchte Ihnen auch kurz erklären, warum mir das und auch unserer Organisation das so wichtig ist, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben. Eben dieser Fundamentalismus auch eine Männersache ist. Und wenn sich da was ändern soll, müssen es wohl die Frauen sein. Und darum ist es gerade so ein Indiz der Ernsthaftigkeit und des demokratischen Willens ihrer Bewegung, dass sie an ihrer Spitze stehen. Und da komme ich auch wieder auf sie und ihre Persönlichkeit. Und ich weiß, dass sie ja nicht allein sind, sondern in ihrer Organisation haben gerade sie mit auch viel Energie gegen ihre Männer durchsetzen können, dass viele Frauen dort tätig sind und in einer wichtigen Position Politik machen. Und da brauchen wir auch nur hier in die Runde gucken. Die Personen, die sie umgeben, sind alles akademische, gebildete, kämpferische, junge Frauen, die ihrer Bewegung diesen Ernsthaftigkeit geben, eine friedvolle und demokratische Veränderung des Iran herbeizurufen. Und darin unterstützen wir Sie. Und ich wünsche Ihnen weiter alles Gute. Wir als Menschenrechtler stehen natürlich an Ihrer Seite. Und die Frauenrechte sind natürlich auch ein Menschenrecht. Und die Frauen sind ja auch immer die, die am meisten leiden müssen. Und darum werden Sie es auch schaffen,
dieses Männer, Mullah, diese alten Männer mit ihrem Fundamentalismus wegzujagen und sie durch einen von Frauen geführten demokratischen Iran zu ersetzen. Dankeschön.